خورده شده است. All the cake has been eaten. Number 3. The answers must be, have, had to be written on one side of the paper only. بعد از فعل‌های کمکی مثل must, may, can, could, will, would, shall, should و غیره باید مصدر بدون to بیاریم. درست این جمله مجهوله. خب بعد از be که اسم مفعول اومده نشون میده جمله مجهوله. ولی به خاطر must فقط be. اگر قبل از must have داشتیم میگفتیم have to be. دقت کردید؟ معنی جمله اینه که پاسخها باید در یک روی کاغذ فقط نوشته شود. Number 4. Most of these buildings had, have been, would be, were built last year. پارسال. خب last year نشون میده گذشته ساده است. Most of the buildings هم که نمیتونه کننده کار باشه. پس این جمله مجهوله. Most of the buildings were built last year. Were به اضافه اسم مفعول built میشه مجهول. Number 5. These days football be, is, was, been played all over the world. از these days استفاده میکنیم که این جمله زمان حاله. آیا معلومه یا مجهول؟ جمله مجهوله برای این که فوتبال نمیتونه کننده کار باشه. فاعل اصلی باشه. خب حالا چرا از بی استفاده نکردیم؟ برای اینکه بی وقتی است که قبلش یک فعل کمکی باشه. مثل ویل، مثل ماست. اینجا نه. اینجا باید زمان حال ساده بی رو استفاده کنیم. یعنی بی رو تبدیل کنیم به زمان حال. Is چون فوتبال مفرده is. Was استفاده نشد برای اینکه همونطور که قبلا گفتیم these days یعنی این روزا زمان حال این جمله نگذشته. Number 6. Do many people speak foreign languages here? Yes. French has spoken, speaks, is spoken, spoke by a lot of people here. جمله معلوم یا مجهول؟ مجهول. بله. برای چی؟ برای اینکه French نمیتونه کننده کار باشه. حالا وقتی که مجهوله دیگه نمیتونیم has spoken و speaks و spoke به کار ببریم. معلومه دیگه. چرا؟ چون اینها برای فعل معلوم به کار میرن. Spoke گذشته speaks. پس تنها گزینه همون میشه is spoken. French is spoken by a lot of people. معلوم اگه بخوام بگیم باید بگیم a lot of people speak. A lot of people speak French here. A lot of people here speak French. ولی میگیم چی؟ French is spoken by a lot of people here. جمله مجهول. Number 7. Did رضا sell his car to you? آیا رضا ماشینتو به شما فروخت؟ No. It bought. Has bought. Was bought. Would buy. By a friend of mine. اگر واقعا تشخیص بدین جمله معلومی و مجهول دیگه حلش انتخاب گزینه خیلی راحته. It برمیگرده به کار. اینجا میخوام بگین که یکی از دوستان من اونو خرید. ولی این جمله مجهوله. آن ماشین توسط یکی از دوستان من خریده شد. By a friend of mine خودش نشون میده که این جمله باید مجهول باشه. خب وقتی مجهوله دیگه مطمئنن فعلای bought و has bought و would buy نمیشه. برای اینکه اینا برای چیه؟ برای معلومه. در مجهول حتما باید از فرمی از be و اسم مفعول داشته باشیم. پس میشه چی؟ Was bought. اینا تکرار کردن مطالب در بخش گرامر کاملا توضیح دادم. اینجا هم دلیلش آوردیم که چرا گزینه C درسته. وقتی میخوام مجهول به کار ببریم مجهول حتما باید فرمی از be یعنی am, is, are, was, were, be, been و غیره داشته باشه به علاوه قسمت سوم فعل اصلی. Number 8. The bank robbers could run away because the police haven't been, hadn't been, haven't, hadn't informed of the robbery in time. سارقین بانک موفق شدن که فرار کنن. چرا؟ دلیل. اینجا the police میتونه فاعل باشه، میتونه نه فاعل اصلی نباشه. جمله معلوم یا مجهول باید تشخیص بدیم. آیا جمله معلومه یا مجهول؟ ببینید، آیا پلیس باید اطلاع میدادن یا باید به پلیس اطلاع داده میشد؟ اینجا با توجه به ظاهر جمله این که باید به پلیس اطلاع داده میشد. پس the police مفعول جمله معلومه. The police hadn't been informed of the robbery in time. یعنی به موقع به پلیس اطلاع داده نشده بود به افراد پلیس. Exercise B. Put the correct form of the verb in bracket. هنوز بخش گرامر هستیم. اینجا شکل درست افعال داخل پرانتز باید به کار ببرید. بازم باید تشخیص بدید جمله معلومه یا مجهوله. Number 1. How much of the earth's surface is covered by water? جمله مجهوله. چه مقدار از سطح زمین توسط آب پوشیده شده است. ببینید by water قبلا گفتیم در جمله مجهول اگه می‌خوایم فاعل اصلی رو بیاریم با استفاده از حرف اضافه by نشون میدیم. پس اگه در پایان جمله مثل این داشته باشید by water یعنی این جمله مجهوله. مجهولم که با توجه به زمان جمله از am و is و are
turn it up. Anh ăn phản là ở dưới này các bạn. Mày ăn mọi các bạn. Ăn của chưa đâu các bạn. Không có bà bỏ. Mày ăn nó chưa các bạn ạ. Chưa nè.